سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به کانال هادی اس اچ. امروز قراره تاریخچه رپدری را با هم دیگه مرور کنیم و با رپرهای نسل یک بیشتر آشنا شویم. از همین جا هم تشکر میکنم از کانال افغان دکس بابت جمع‌آوری اطلاعاتش. قمندان اولین ترک رسمی قمندان در سال 2013 به نشر رسید و اولین موزیک ویدیو رسمی وی در سال 2016 بود. رپر بعدی یک خانوم میباشد از 1-4 بند. این گروه در سال 1395 شروع به کار کرد. بار کنم نگو درس خواندن حق پسر است و بس، من حق دارم در این دنیا بکشم نفس. همه از من میخواند که من مظلوم باشم، اما نمیخوام از حق خود محروم باشم. یاسین هیپ رپ. یاسین یکی از اولین آرتیست های رپدری بود که در سال 1387 شروع به کار کرد و گفته میشود که نام رپدری از روی وبسایت یاسین هیپ رپ گرفته شده. متین اف ام. از وی اطلاعات زیادی موجود نیست، اما متین در سال 1386 اولین موزیک ویدیو خود را به نشر رسانده است. برادران شریفی در سال 1388 شروع به فعالیت خود کرده است. برادران شرفی حتی در استعدادیابی سویدن نیز شرکت داشتند. سهیل. اطلاعات زیادی موجود نیست، ولی اولین موزیک ویدیو وی در سال 2010 منتشر شد. شب نمیکنم سر با چکالای دخترانه میباشم، در محفل پر از مد و خراب میرخصم، ساز میمونم خنده میکنم، یک چیز عادی است، پیش شما موادشون خوش هستم. سعید آریا. سعید آریا اولین موزیک ویدیو خود را در سال 1388 به نشر رسانده است. خود توقف کرد، بسته شد راه نفر، اسرائیل اون بره بردنشون میمانه شر، تحمل درد زیر باران مرمی و هوا، وقت تک تک همه شد بدن مردانه میباختن جان. سمی شاجار و شهاب شروع بسیار قوی داشتند و باید بگم که پایه های رپدری را مستحکم کردن. این دو جوان بسیار استعداد داشتن و موزیک های بیادماندنی را به جا برداشتن. AFC شادوس. متشکل از تندر، سموک، ماسک و سولجر، در زمان خود یکی از موفق ترین گروه های رپدری بود است و کمتر جوانایی هستند که موزیک برای افغانستان را از این گروه نشینه باشد. کنه به تم نجات کوشش کنه در راه سازندگی، بیا خاک نگیم کنه با سرعت سری. مصطفی میری. مصطفی میری جزو معدود آرتیست هایی می باشد که هنوز هم به فعالیت خود ادامه داده و امروزه او را به عنوان پادشاه رپدری خیلی ها می شناسند. اولین ترک مصطفی میری در سال 1388 با مرتضی تندر به نشر رسید. زرتوش. زرتوش هم یکی از رپرهای نسل یک هست که هنوز هم در مارکت رپدری بسیار فعال است و کلی هم طرفدار دارد. زرتوش در سال 1385 فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد. بیژن کندوزی. کسی که خود را پدر رپدری میگوید، اما خیلی از آرتیست‌ها با اون موافق نیستند. ولی باید این را اضافه کنیم که بین سالهای 1385 تا 1390 یکی از پرطرفدارترین آرتیست های رپدری بود. کابل یا باشه هرات یا باشه قندار یا باشه پکتیا یا باشه نیمروز یا باشه شبرغان یا باشه پنشیر یا باشه جلال آباد یا باشه گلخمری. خب دوستان، این سری از برنامه های اطلاع رسانی که امیدوارم همچنان ادامه داشته باشه فقط با
حمایت شما امکان پذیر هستم برای پیشرفت رپدری بسیار بسیار کمک میکنه و این تاریخچه ها قراره به یادگار برای سالهای بعد و برای آیندگان باشد. امیدوارم که از این برنامه خوشتان آمده باشد. تا برنامه بعدی، شب همگی بخیر. چاو.